استاد یه سوال، چرا دو از دوازده نمیشه؟ نوشین دو تا یک از دوازده. معلومه به خاطر این که ما داریم یه دونه یه دونه مهره برمیداریم. دو از دوازده یعنی دو تا مهره رو با هم از کیسه در بیاری. اینجا یه مهره برمیداری و ضرب در یه مهره دیگه. دو از دوازده میشه 66، این یکی میشه 144 که واقعا هم وقتی که مهره رو دونه دونه در بیاری با جاگذاری میشه 144 حالت. شرمنده یه سوال، کلاس های نکتوتست ما باید هزینه بدیم برای شرکت؟ خیر، برای دانش آموزان مهر اول چون معلم کلاس درسشون خودم هم نه، رایگانه، یعنی مشکل، یعنی پولی نیست. اونایی فقط پول میدن که دانشجو دانش آموز آموزشگاه باشن یا دانش آموز آزاد، یعنی اصلا دانش آموز من تو طول سال نبودن. چون تو آموزشگاه ها ما قراردادمون یه مدل دیگه است، تو مدارس یه مدل دیگه است. نه لازم نیست شما پول پرداخت کنید، ثبت نام میشید. آقا ادامه بدیم، همه بزنن یس. ادامه بدیم همه به یس. بدو زود باش پارسا. آره فایل جوابدار جزوه هم میدیم، فایل جوابدار جزوه هم میدیم. اگه همه آماده هم بزنن یس. الو عطیه جان صدای منو داری؟ قربونت. ببین الان یارو میاد دم در. خب امیر حسین هم هستی؟ آره. خب یارو یا میذاره تو حیات دیگه، تو که نمیاره. میگم الان طرف میاد، خب جنسا رو میاره بعد میذاره تو حیات دیگه، بالا اینا نمیاره. اگه امیر حسین هست بگو بذاردش تو انباری، یا خود ببرزه تو انباری که بالا دیگه نیاری. بعد دیگه نمیخوادم الان بری بدی دیگه، من خودم زنگ زدم و گفتم بعد از ظهر میارم بهتون میدم ساعت 3. آره باشه. یارو گفتم زنگ خونه رو بزنه دیگه. بابا اصلا میدونی من الان تو یه جایی هم اصلا آنتنم نمیده. آره نمیتونه. قربونت خدا حافظ. خب آره حواسم هست. آقا ادامه بدیم. در کیسه 7 مهره سفید و 5 مهره سیاه هست. خب آقا یه کیسه داریم، خوب گوش کنیم. یه کیسه توش 7 تا سفید داریم و 5 تا سیاه. خب آقا میگه که از این کیسه یک مهره به تصادف انتخاب کرده و بدون آن که به رنگ آن نگاه کنیم آن را کنار میگذاریم، سپس مهره دیگری از کیسه بیرون میآوریم. احتمال این که مهره دوم سفید باشد. بچه من این نکته بهتون یاد بدم. آقا گفته مهره اولی که در آوردی و نگاه کن، چشای من میبینید بسته است. گفته مهره اولی که در آوردی و اصلا نگاه نکردی، نگاه کن اینجوری در آوردی انداختی دور. خب آقا تو فکر واسه این کارو نکردی. آقا شطور دیدی ندیدی، این اصطلاح ضرب المثل قدیمیه. تو چشت بسته بوده، یکی اومده یواشگی یه مهره برداشته تو ندیدی، در رفته رفته. بچه تو احتمال اون پدیده‌ای که خب شما نمیدونید، متوجه نیستید که چه اتفاقی افتاده، من بهش میگم شطور دیدی ندیدی. با چشم بسته یه مهره برداشتی انداختی دور، صداشو در نیار. بچه این سوال انگار اینجوری شده، من قسمت اول شدم حذف کنم و بدون آن که به رنگ آن نگاه کنیم آن را کنار میگذاریم. خب اصلا فکر میکنم مهره‌ای در نیاوردم. الان گفته سپس مهره دیگری برمیداریم، این مهره دیگر میشه همون مهره اول، الان همون مهره اول میشه.
احتمالی که مهره دوم، خب میشه همون مهره اول. آقا فکر کن اون مهره اولی که چش بسته بودی انداختی دور، اصلا فکر کن اتفاق نیفتاده، الان یه مهره برداشتی میخوای سفید باشه، بچه احتمالش چی میشه؟ خب یه مهره از این برداشتی میشه 1 از 12، میخوای سفید باشه میشه 1 از 7، بچه جوابش میشه 7 12. بچه متوجه شدین؟ یه پیغام به من بدین سری. اگه متوجه شدی یه پیغام به من بده سری، بزن اوکی، سری باش. اوکی 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 اوکی، همه بگن اوکی اوکی، همه آفرین. بریم سوال بعدی. در جعبه 7 تا مهره سفید داریم و پنج تا مهره سیاه و 2 تا قرمز. خب خوب گوش کنید، 7 تا سفید، 5 تا سیاه و 2 تا قرمز. فکر کنم ارتباطمون قطع شد، این بوغه همون سری اومد. آره دیدی گفتم. خب یه لحظه این آمار بگیریم. آقا یه لحظه قطع شد، الان وصلی نمه؟ الان وصلی نمه؟ آره؟ خیلی خوب، بریم آقا. 7 تا سفید داریم، 5 تا سیاه و 2 تا قرمز. خوب گوش کن، پنج تا سیاه و 2 تا قرمز. خب آقا میگه که به تصادف 4 مهره بیرون میاریم، با هم 4 مهره بیرون میاریم، با کدام احتمال؟ یکی قرمزه، حداقل 2 تا سفید. بچه حداقل 2 سفید یعنی چی؟ الان داستان اینه، یعنی یا 2 سفید یا 3 سفید. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها شما یه قرمز که حتمی داری، پس اگه 2 سفید در بیاد هنوز یه مهره دیگه جا داری، ولی 3 سفید در بیاد دیگه 4 سفید نداریم، چون ما یه قرمز میشه 5 مهره. خب حالا بریم سوال حل کنیم. آقا فضای نمونه‌ای که میشه انتخاب 4 مهره از 14 مهره‌ای که موجوده. خب میخوایم یه قرمز باشه، میشه آقا 1 از 2، یه قرمز، 2 تا سفید یعنی 2 از 7. آقا یه قرمز این 1 با این 2 3، خب یه دونه دیگه مون، خب باید یه دونه سیاه باشه، میشه 1 از 5 به اضافه بعدی میشه همون یه قرمز، ولی 3 سفید میشه 3 از 7. دیگه مشکی اینجا نداریم، چون 4 مهره هم پر شد. خیلی خوب آقا، این رو من با توجه به اینکه خیلی حالا فرصت زیادی هم نداریم، با اجازهتون محاسبهشو به خودتون میسپارم. عدداشو مینویسم براتون، ولی محاسبهشو خودتون انجام بدید. 1 از 2 که 2، 2 از 7 21، این 5، این 2، 3 از 7 هم 35، 4 از 14 هم که بچه میشه 14 13 12 11، به روی 24، یعنی 4 فاکتوریه که خودتون زحمتش رو بکشید. بریم سوال بعدی. میگه در داخل کیسه 6 مهره سفید، 4 مهره زرد و 5 مهره سیاه وجود دارد. خب بچه ما 6 تا سفید داریم، 6
5 تا سیاه داریم و 4 تا زرد. این سیاه ها و زرد هم براتون بکشم. بچه من برای که بتونیم حس بهتری به آموزش بدیم اینا رو اینجوری وقت میذارم و با رنگ خودش میکشم. خب 5 سیاه و 4 تا زرد. میگه که 3 مهره به تصادف از ظرف خارج میکنیم. میگه به چه احتمالی 3 مهره خارج شده فقط از 2 رنگن؟ به چه احتمالی 3 مهره خارج شده فقط از 2 رنگ مختلفن؟ آقا اول فضای نمونه ای رو به من بگید بچه ها. ما قراره 3 تا مهره با هم به تصادف بیاریم بیرون. 3 مهره همزمان. 6 و 5 11 و 4 3 از 15 بچه. ببینید 6 و 5 11 و 4 کلا 15 مهره داریم. چه 3 از 15. میخوایم فقط از 2 رنگ استفاده شده. بچه ها دیگه شما 3 مهره در میاریم یا یه رنگ داره، یعنی همه یه رنگن. انواع حالاتش بچه ها میشه اینجوری. ببینیم میمیسم براتون انواع حالات. هر 3 مهره یک رنگ، این یکیشه. هر 3 مهره 3 رنگ متمایز، یعنی یکی از این رنگ، یکی از اون رنگ، یکی از اون یکی رنگ. یا حالا جمعه بچه ها از 2 رنگ استفاده بشه، دقیقا اونی که سوال میخواد. خب 2 مهره یک رنگ و مهره سوم رنگ دیگر، کی میشه بچه ها؟ 2 رنگ متمایز، درسته؟ ما الان اینو میخوایم فقط 2 رنگ بشه. یعنی مثلا میگم یا زرد و خب خیلی بچه ها طول میکشه، من اینو از متمم حل کنم. بچه ها اینو از متمم حل میکنم. ببینین چجوری؟ آقا الان مطلوب من کدومه؟ مطلوب من اینه، ولی یه ذره حساب کتابش سخت میشه. اینا نامطلوبن. اینا نامطلوبن. خب یعنی این که فقط یه رنگ داره هر 3 مهره میشه نامطلوب. این یکی هم همینطور. ولی من میام از پی مطلوب میشه یک منهای پی نامطلوب، احتمال اونا رو حساب میکنم. خب این 3 از 15. آقا هر 3 مهره یه رنگ باشه یعنی چی؟ یعنی یا 3 تاش زرد باشه یا 3 تاش سیاه یا 3 تاش سفید. میشه 3 تا زرد میشه 3 تا زرد یا هر 3 سیاه یا هر 3 سفید. خب این یه مدلشه که نامطلوب منه. به اضافه 3 تا مهره 3 رنگ متمایز داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یکی سیاه، یکی سفید، یکی زرد، که میشه 1 از 6 یعنی یه سفید. بعد میشه 1 از 5 یعنی یه سیاه. بعد میشه 1 از 4 یه زرد. گرفتی موضوع؟ بچه این متممش به نظر من راحت تر بود. اگه متوجه شدیم همه بیاین یه دونه فهمیدم برای من بنویسین. همه بنویسید فهمیدم. خدا رو شکر بچه سریع فهمیدم ها رو بنویسید، وقت تلف نکنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، اوکیه. بریم آقا سوال بعدی. میگه در کیسه ای مسائل کیسه و مهره بچه خیلی معروفن تو احتمال دیگه، اینو میدونید حتما. میگه در کیسه ای 5 تا سفید داریم،
4 تا سیاه داریم و 3 تا قرمز. اینم سیاه و چند تا قرمز؟ 3 تا قرمز. پنج سفید، چهار سیاه و سه قرمز. اوکی، میگه که اگر سه مهره از کیسه خارج کنیم با کدام احتمال حد اکثر دو مهره از مهره های خارج شده همرنگن؟ آقا این شبیه سوال بالاییه. ببینید میگه حد اکثر دو تا همرنگن، یعنی یا دو تا همرنگن سومی باشون فرق میکنه یا اصلا هیچ کدوم همرنگ نیستن. بچه این متمم کدوم حالته؟ بچه این حد اکثر دو مهره همرنگ، یعنی یا دو مهره همرنگ یا هیچ مهره همرنگ، یعنی رنگا فرق کنه. بچه متمم حالت هر سه همرنگه. بچه جواب این میشه پی مساویه با یک منهای پی هر سه همرنگ، یعنی این اون حالت بالایی، فقط هر سه همرنگ رو بعد از یک کم کنیم. خب هر سه همرنگ هم بچه اولا که سه مهره برمیداری پایین میشه سه از پنج و چار نو و سه دوازده، چون میخوای هر سه همرنگ باشن، یعنی یا سه هر سه سفیدن، یعنی سه از پنج، یا هر سه سیاهن یعنی سه از چار، یا هر سه قرمزن یعنی سه از سه. این هم میشه جواب این مسئله. خب بخوام ببینم همه هستین یا نه. بچه ها اگه اینو فهمیدید لطفا یه یس برامو بزنید. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم سراغ ادامه داستان. خب بچه ها بریم سراغ اعمال روی پیشامدا. بچه ها میدونید که آ اشتراک به این فضا میشه، یعنی آ و ب رخ دهند، یعنی تعداد، اگه تعداد نامبر یا تعداد اعضا رو بخواین، یعنی تعداد اعضایی که هم تو آ هستن هم تو بی، احتمالش هم که میشه احتمال این که آ و ب رخ بدن با هم، احتمال رخ داد آ و ب، و یعنی اشتراک. آ اجتماع به که این فضا میشه، میشه آ یا ب رخ دهد، حداقل یکی از آ و ب رخ دهد. بچه ببین آ یا ب رخ دهد میشه آ اجتماع به، حداقل یکی از آ و ب رخ دهد بازم میشه آ اجتماع به. آقا حداقل یکی از آ و ب رخ دهد یعنی چی؟ یعنی یا آ رخ بده یا به یا هر دو، حداقل یکیشون رخ بده، یا این یا اون یا هر دو، پس میشه آ اجتماع به. حالا بچه کلمه حداقل رو با حد اکثر عوض میکنیم، رخ دهد و با رخ ندهد. ببین مثلا مثل اینکه این دوتا هم معنی میشن، کدام گزینه درست است، کدام گزینه نادرست نیست. خب نادرست نیستم یعنی درست است، یعنی هم صفت و معنیشو برمیگردونه هم فعلو. پس آقا حداقل یکی رخ دهد که میشه آ اجتماع به، با حد اکثر یکی رخ ندهد از لحاظ معنی یکی میشه و جفتش میشه آ اجتماع به. بچه اینجا اگه بهتون بگم ان آ اجتماع به، میدونید میشه ان آ به اضافه ان بی. بچه هم تو ان آ اشتراک رو حساب میکنید هم تو ان بی، یعنی این اشتراکه هم تو ان آ حساب میشه هم تو ان بی حساب میشه، پس یه بار کمش کردیم. احتمالش هم همین میشه، میشه پی آ به اضافه پی بی منای پی اشتراک، که حتما اینا رو میدونید. میگه عددی را به تصادف از مجموعه 1 تا 9 انتخاب میکنیم، احتمال این که عدد انتخاب شده زوج یا مضرب 3 باشد. آقا میگه زوج یا مضرب 3 یعنی اجتماع. بچه نها کنیم زوج رو بگیریم آ، مضرب 3 رو بگیریم بی. الان از ما چی میخواد؟ بگین آ اجتماع بی. خب آقا آ اجتماع بی اینجا چی میشه؟ بچه انقدر این مجموعه محدوده، بزنم تعداد اعضاشو بنویسم،
زوج یا مضرب 3 میشه 2 4 6 8 مضرب 3 هم میشه 3 6 که دیگه نمی‌نویسیم و 9. اصلا نمیخواد بچه خودتون رو درگیر اون فضای فرمولی کنید، اول پی آ بعد پی ب بعد منای پی اشتراک، چه کاریه اینا؟ این همینه دیگه. خب احتمالش چی میشه الان؟ پی آ اجتماع ب. خب این تند بنویسم سریعتر بریم و دیگه صفحه یاری نمیکنه دیگه. پی آ اجتماع بی، بچه تعداد اعضای آ اجتماع بی چی شد؟ میره تو صورت ان آ اجتماع بی، 1 2 3 4 5 6 به روی بچه. از این مجموعه که 9 عضو داره یه دونه عضو انتخاب کنید، ان اس تون هم 9 میشه، آقا میشه 6 نهم جواب مسئله. سوال بعدی میگه در یک امتحان کیفیت سوال از لحاظ دشوار و آسان و نوع سوال از لحاظ تشریحی و تستی به این مدله. آقا میگه احتمال اینکه آسان یا تستی باشد. آقا به خدا نمیخواد درگیر فرمول کنید خودتونو. طرف میگه خب پی آسان اجتماعش با تستی، چون اینجا یا گفته بچه‌ها میشه اجتماع. خب اصلا خودتون رو درگیر این قضایا نکنید، اونجوری که حساب کنید فرمولی میشه پی آسانا به اضافه پی تستیا منهای پی آسانا و تستیا، یعنی پی آ به اضافه پی بی منهای پی اشتراک. چه کاریه بابا جان؟ گفته آسون یا تستی باشه، یعنی اینو میخوام اینم میخوام، چون اینا آسونن دیگه. تستیا رو هم میخوای، آسونا اینا، تستیا اینا. تموم شد. چند تا میشه بچه‌ها الان تعداد اینا؟ چند تاست آسون و تستی؟ یه 7 تاست، یه 13 تا، یه 3 تا. کلش هم که بچه همینه به اضافه 2. خب بالا میشه الان 23. خب قطعا پایین 25 بوده دیگه، چه 23 25. اونایی که فرمول میرن پی آسان رو که حساب میکنن یه بار 13 حساب میشه، پی تستی هم که حساب میکنن یه بار دیگه 13 حساب میشه، یعنی دو بار. برای همین بعد یه بار اشتراکشونه که 13 تاست کم کنن. مفهوم این فرمول همینه دقیقا. خب سوال بعدی بچه ها، این من فقط میخوام ببینم که هستین یا نه. اوکی بدین؟ میدونم این سوال آسون بوده، یه اوکی بمیزن ببینم هستین. خیلی خوب ادامه بدیم. در یک خانواده 4 فرزندی مطلوب است احتمال فرزندان 1 در میان پسر و یا، یعنی اجتماعش با، یعنی اگه 1 در میان پسر رو بگیریم آ، اجتماعش رو میخواد با 2 فرزند پسر. خب بچه بی رو براتون حساب کنم اول ببینیم چیه. آقا در یک خانواده 4 فرزندی 2 فرزند پسر یعنی چی؟ یعنی 2 تا پسر و 2 تا دختر که جا به جایی های اینا میشه انتخاب 2 از 4، یعنی 4 تا خونه داری 2 تاشو بده به پسرها یا 2 تاشو بده به دخترها، بقیه میرن سر جاشون میشینن. بچه این جا به جایی ها 6 حالته. خب بی بچه میگه این الان بی بود 2 فرزند پسر، ای میگه فرزندان 1 در میون پسر باشن. خب بچه شما قبول داری تو خانواده 4 فرزندی اگه بخوان 1 در میون قرار بگیرن فقط باید 2 تا پسر 2 تا دختر باشه؟ چرا؟ چون 1 در میون قرار گرفتن یه داستانی داشت. یا باید تعداد اعضای 2 گروهی که میخوان 1 در میون باشن یکسان باشن، یا یه گروه یه دونه فقط بیشتر از اون یکی گروه باشه. الان توی خانواده 4 فرزندی اگه هر 4 تا پسر باشن که اصلا 1 در میون نمیشه پسر، 3 تا پسر 1 دختر هم بازم 1 در میون نمیتونن قرار بگیرن، چون اختلافشون یکی نیست. 3 پسر 1 دختر اختلاف این دوتا گروه یه دونه شی نیست، یه دونه جنس نیست.
دوباره یه پسر سه دخترم که نه تعداد گروه ها مساوی هن نه یه اختلاف دارن. آقا فقط همین دو پسر دو دختر میشه. یعنی بچه اصلا من میتونم بهتون بگم، یعنی اینجوری بهتون بگم، میشه پسر دختر پسر دختر، دوباره میشه دختر پسر دختر پسر. بچه ها اصلا این آه خب زیر مجموعه بیه دقیقا الان. یعنی چی؟ یعنی اون بیه که این بود نگاه کنیم، نمیشه خواستم هایلایت کنم، این بیه بود که بچه ها دو پسر دو دختر شیش حالت داره. خب تو دو حالتش یه درمیون قرار میگیرن دیگه بچه ها. آزیر مجموعه بیه، نتیجتاً بچه ها آ اجتماع بی، بعد که آزیر مجموعه بی باشه اجتماعشون میشه خود بی. پس بچه ها ما تو این سوال به جای پی آ اجتماع بی میتونیم همون پی بی رو حساب کنیم. چه پی بی؟ بی چند حالت داره؟ 6 حالت. فضای نمونه یه 4 فرزندم که 16 میشه 6 16. بچه اگه متوجه شدین به من یه دونه همه بنویسید کامان، همه بنویسید کامان، بدو کامین کجا بیام تو؟ کامان کامان یعنی بجم زود باش. آها خودت کامین علیرضا تو چیزیت میشه ها. خیلی خوب همه نوشتن کامان، اون علیرضا نوشته کامین. خیلی خوب اشتباه تایپی بود. خیلی خوب خیلی خوب بریم آقا سوال بعدی. احتمال آنکه دانش آموزی در درس فیزیک قبول شه ۵۵% بچه فیزیک و قبول شدنشو بگیریم آ، قبول شدنشو میگیرم آ مواظب باشید، و شیمی و بگیریم قبول شدنشو بی. بچه اینکه تأکید میکنم قبول شدن رو بگیریم آ، چون ممکنه یه سوال بیاد و قبول نشدن اون میشه آپریم. قبول شدن قبول نشدن مواظب باشید. مثلا سوالی که یه سوال امید اعتدالی پرسه بود از من، منم انقدر سرم شلوغ بود نتونستم جواباشو براش فکرم نوشتم نفرستادم برات امید میفرستم حالا برات. همچین سوالی سنجش پارسال اومده بود انقدر گفته بود مبتلا شدن، بعد تو پرسه بود مبتلا نشدن، اونو آمیگیری اون آپریم میشه متممش مواظب باش. من الان جفتشو قبول شدن گرفتم 55% 60%. اگر احتمال اون که حداقل در یکی از دو درس قبول شود، بچا حداقل یکی از دو درس یعنی یا این درس یا اون درس یا هر دو، بچا گفتم حداقل یکی رخ دهد میشه آ اجتماع ب که مساوی چی بود؟ حد اکثر یکی رخ ندهد اونم آ اجتماع ب میشه. بچه پی آ اجتماع ب و داده 75%. خب فرمولش چی میشه؟ میشه پی آ به اضافه پی ب منهای پی اشتراک، این شده مساوی با 75 به روی 100. با کدام احتمال در هر دو درس قبول میشود؟ پی آ رو به ما داده 55%، پی بی رو داده به ما 60%. چی از ما میخواد؟ احتمال اون که بچه ها در هر دو درس، این دقیقا بچه ها میشه همین پی آ اشتراک به اون میخواد، یعنی همون ایکس رو. اوکی من اینو میگیرم ایکس بچه ها. این منهای ایکس شده 75%. آقا ایکس چند در میاد؟ 55 و 60 که میشه 115، باید بشه 75. بچه ایکستون میشه 40%. 40% اگه به درصد بخوایم میشه 40%، یعنی گزینه 2. میدونم آسونه، نمیام ببینم که بگم فهمیدین یا نه شما چیز تایپ کنید.
اوکی همه هستین. خیلی خوب، میرم سوال بعدی. بچه دو پیش آمده ناسازگار. پیش آمده ناسازگار بسیار سادن، بسیار سادن. پیش آمده ناسازگار بچه یعنی آ و ب اشتراکی ندارن. اگه دو تا پیش آمده آ و ب با هم هیچ عضو مشترکی نداشته باشن، یعنی مجموعه آ و مجموعه ب، به اون دو پیش آمد میگن دو پیش آمده ناسازگار. بچه پیش آمده ناسازگار چون اشتراکشون توهیه، پس پی اشتراک به صفره. آقا در صورتی که پی اجتماع به، یادتونه فرمولش این بود، یه دونه منهای پی بگین آ اشتراک به داره که چون ناسازگارن این میشه صفر، پس همون پی آ به اضافه پی به میشه. البته این قانون رو میشه تعمیم هم داد، اگه آ یک و آ دو و آ سه و آ ان دو به دو همه ناسازگار باشن، خب بچه اون وقت پی اجتماع میشه پی جمع همشون، چون چیز اشتراکی وجود نداره که در آخر مجبور شیم کم کنیم. خب دو پیش آمده ناسازگار رو بچه ها، خب من میتونم بهتون برای آموزش بهتر اینجوری بکشم. دو پیش آمده ناسازگار رو بچه براتون اینجوری میکشم، نیا کنید. آ ببین ناسازگار بی، اصلا اشتراک با هم ندارن. موقعی که میخوای پی آ اجتماع بی رو حساب کنید بچه ها، یه پی آ به اضافه پی بی دیگه، چیزی اضافه در حساب نمی کنی که بخوای کمش کنی، این میشه دو پیش آمده ناسازگار. حالا بریم سراغ ادامه مسئله ها. میگه در پرتاب یک جفت تاس، یک جفت تاس یعنی دو تا تاس بچه ها می‌نویسیم، احتمال آن که مجموع اعداد رو شده برابر 9 یا هر دو تاس زوج بیایند. یا که میگه بچه ها یعنی اجتماع، مجموع اعداد رو شده برابر 9 بچه ها میگیرم آ، هر دو تاس زوج رو میگیرم بی. آقا الان من بهتون ثابت میکنم که آ و بی ناسازگارند. چرا؟ بی میگه هر دو تاس زوج، خب یعنی تاس اول زوج، تاس دوم هم زوج. آ میگه مجموع دو تاس 9. آقا محال دو تا تاس زوج باشن، یعنی بیو میگم، و مجموعشون 9 در بیاد، یعنی محال دو تا تاس زوج عضوی بدن که بیفته تو مجموعه آ، یعنی مجموعشون 9 بشه. بچه پس آ و بی ناسازگارن، 100% آ اشتراک بی بچه اینجا توهیه. پس پی آ اجتماع بی میشه همون پی آ به اضافه پی بی دیگه، چون اصلا اشتراکی ندارن بخوام کم کنم. بچه اینم که حتما میدونید، یعنی ما به صورت نکته اینو جلسه پیش اواخرش گفتیم، مجموع اعداد رو شده بچه 9 بشه، من گفتم تو مجموع دوتاست. بذار من اینجا رو بیام از اون سوال بپرسم ببینم یادتون میاد. آقا مجموع دو تاست از عدد 2 بشه تا عدد 7 تعداد حالات میشد یکی کمتر، یادتونه؟ اگه یادتونه بگید آره سری. خیلی خوب، و مجموع دو تاست اگه از 8 میشد تا 12 دو تا 7ش میشد یکی کمتر تعداد حالاتش، اگه از مجموع از 8 میشد تا 12 تعداد حالا چی میشد؟ میشد چی منای مجموع؟ بنویس. آفرین آفرین، میشد 13 منای مجموع، باریکلا با 13 میسنجیم. خیلی خوب،
پس ما اینجا براتون بنویسیم که آقا بعد که مجموعه دوتاست نوعه تعداد حالات بچه ها میشه 13 منهای 9 4 هر دوتاست زوج هم که بچه ها اصلا ما جلسه پیش اینو خودمون رو کشتیم دوتاست زوج 9 حالت دوتاست فرد 9 حالت یه زوج یه فرد 18 حالت بهتونه؟ پس دوتاست زوج هم میشه 9 حالت پس پی آ بچه ها میشه 4 36 پی بی هم میشه 9 36 پارسا عنایتی که درجا گفته بود 13 36 و درست بود بریم سوال بعدی در یک خانواده 4 فرزندی با کدام احتمال 2 فرزند پسر یا 3 دختره 2 فرزند پسر و بچه ها میگیرم آ 3 فرزند دختر رو میگیرم بی یا هم یعنی چی؟ اجتماع 100% توی خانواده 4 فرزندی وقتی که 2 تا پسرن بچه ها یعنی آ 2 تا پسر اون یکی میشه چی؟ 2 تا دختر و بی و بی 3 تا دختر یعنی میشه 3 پسر و 3 تا دختر آقا به جان خودم الان شما هر جوری جایگشتای آ رو حساب کنید و جایگشتای بی رو حساب کنید عمرن اینا با هم مشترک بدن بابا اون 2 تا پسر داره این 1 پسر داره چجوری حالت مشترک بدن یعنی بچه ها بازم میفهمم که آ و بی بگو چی هن؟ تایپ کن آ و بی بگو آ و بی ناسازگار نه آ و بی الان بگی چی هن؟ ناسازگارن نه عزیزم ناسازگار و مستقل یکی نیست مستقلا ممکنه اشتراک داشته باشن اونا رو بهتون توضیح میدم خب بچه تو این سوال آ و بی اشتراک ندارن پس چی هن؟ ناسازگارند ناسازگار بعد که ناسازگارن یعنی اشتراکشون توهیه پس بچه ها پی آ اجتماع بی همین پی آ به اضافه پی بی خودمون میشه چون دیگه اشتراکشون صفره پی آ چیه؟ آقا پی آ این چند حالت بچه ها جا به جایی داره؟ سریع بگین 2 پسر 2 دختر آفرین 6 حالت میشه انتخاب 2 از 4 این چند حالت جا به جایی داره؟ 4 حالت میشه انتخاب 1 از 4 میشه 6 16 چون 4 فرزنده به اضافه 4 16 بچه ها میشه 10 16 یا همون 5 8 آقا متوجه شد این تست رو حل کردم بزنین بله نه آره بله بزن بله بزن بله سری مرسی بریم سوال بعدی خب آمنهای به این فضا میشه حتما میدونید بچه میدونید که یه قانون تو مجموعه ها داریم که میتونیم منها رو بکنیم اشتراک و دومی رو متمم کنیم یعنی آمنهای به میشه آ اشتراک به پریم حتی میتونیم اینجوری اینو معنی کنیم بچه یعنی فقط آ رخ بده یعنی تعداد اعضایی که فقط تو آن مهمه فقط آ رخ بده یا میتونیم بگیم آ رخ بده به این ترجمه اینه آ رخ بده اشتراک یعنی و بی رخ نده فقط آ رخ دهد یعنی آمنای به آ رخ بده و بی رخ نده بازم یعنی همون آ اشتراک بپریم که همون آمنای به میشه و بچه ها پی آمنای به که میدونید میشه پی آ دقیقا اشتراکش رو بعد توش حذف کنی ببخشید
بی منای آ یا همون بی اشتراک آ پریم، یعنی فقط بی رخ بده یا بی رخ بده و آ رخ نده، که پی بی منای آ میشه پی بی منای پی اشتراک. آ اجتماع بی منای آ اشتراک بی، یعنی دقیقا اینجا که مشخص کردم آ اجتماع بی یعنی کل آ و بی و منهای اشتراکشون کنی، دقیقا میشه اینجا که من مشخص کردم این همون آ منای بی اجتماعش با بی منای آ هم هست. بچه این به فارسی میشه فقط یکی از آ و بی رخ بده، فقط یکی از آ و بی رخ بده، یعنی یا فقط آ یا فقط بی، یعنی محال ممکن باید باشه که با هم رخ بدن. آقا ای گفتید این احتمالش چی میشه؟ یه بار این اینور رو حساب کنیم میشه پی آ منای اشتراک، یه بارم اینور رو حساب کنیم میشه پی بی منای اشتراک. پس بچه میشه پی آ به اضافه پی بی منهای دو تا پی اشتراک. میگه که آ پریم اشتراک ب پریم، گوش کن، آ پریم اشتراک ب پریم طبق قانون دمورگان میشه همون آ اجتماع ب پریم. بچه من یه لحظه بپرسم ازتون اینجا، آقا قانون دمورگان رو آره پارسا جان اون آ منای بی اجتماع بی منای میشه آ دلتا بی، درست میگی، ولی تو کتاب تجربی ها نیست، برای من نگفتن. بچه این قانون دمورگان رو بلدین؟ بگید بله یا نه من توضیح بدم سریع. اوکی، قانون دمورگان بچه ها میگه آ پریم اشتراک به پریم در حقیقت آ اجتماع به کلن پریمه. حالا بچه ها اینو بخونیم یعنی چی به فارسی. آ رخ ندهد و بی رخ ندهد، بچه آ رخ ندهد و بی رخ ندهد دقیقا یعنی همون آ اجتماع به پریم. این فضا ببینید، آ رخ ندهد و بی رخ ندهد، اینو ترجمه کنید آ یا بی، ببینید آ یا بی اجتماع یا آ یا بی رخ ندهند، اینم یعنی خب بیرون این فضا، آ یا بی رخ ندهند یعنی بیرون آ اجتماع بی که میشه بچه احتمالش یک منای پی آ اجتماع بی. اینجا رو نگاه کن، این بچه ها آ اشتراک به پریمه، ببین آ اشتراک به این کوچیکه از این پریمشه بیرونشه، اینو به فارسی ترجمه کنید میشه آ و ب با هم رخ ندهند، یا میگن آ و ب رخ ندهند، آ و ب با هم رخ ندهند. دمورگانش میشه آ پریم اجتماع به پریم که به فارسی میشه آ رخ ندهد یا بی رخ ندهد، آ رخ ندهد اجتماع یا بی رخ ندهد. آقا اینو میشه اینجوری هم گفت، این خیلی مهمه بچه، حد اکثر یکی از آ به رخ دهد. بچه خیلی قشنگه که بعضی وقتا این سوال رو میپرسه دانش آموز نمیفهمه منظورش اینه، یعنی چه حد اکثر یکیش رخ بده؟ یعنی یا آ رخ بده یا بی رخ بده یا هیچ کدوم رخ ندن. ببین اینجا آ رخ داده، نگاه کن، اینجا بی رخ داده، اینجا هیچ کدوم رخ ندادن، برای همین حد اکثر یکی از آ و بی رخ دهد همین فضا میشه. میتونم صفتو از لحاظ مفهوم معنی متضاد بگم، حداقل فعلم قرینه کنم. آقا حد اکثر یکی از آب رخ دهد میشه این فضا، حداقل یکیشون هم رخ نده میشه همون فضا. بچه من این فارسی ها شجرش نوشتم که اگه توی امتحان به شما گفت حد اکثر یکی از آب رخ دهد بدونید اون فضا رو میخواد، اگه گفت حداقل یکی از آب رخ ندهد شما ترجمهش کنین و جای حداقل میذاری حد اکثر، جای ندهد میذاری حد رخ دهد، من میگم حد اکثر یکی رخ دهد یعنی یا آ یا بی یا هیچ کدوم. این هم قانونهای دمورگانه که بچه براتون نوشتم و تمام. آقا یه لحظه من یه سوال بپرسم، اگه اوکی این ادامه بدم.
بچه ها به من جواب بدید ببینم آیا اینایی که من الان درس دادم که اعمال روی پیش آمده است و متوجه شدین یا نه؟ بله یا خیر؟ خیلی خوب. بریم سراغ حل مسئله. صفحه بچه ها 22. احتمال اینکه علی آقا در کنکور قبول شود، قبول شدنشه بچه ها 1/2. پس آقا من احتمال قبولی علی رو خب احتمال قبولی علی و بچه ها علی در کنکور قبول شد اینو میگیرم آ. الان پی آ داریم 1/2. احتمال اینکه ناهید قبول بشه، احتمال قبولی ناهید رو بگیریم بی، اینم 1/3. یعنی پی بی میشه 1/3. حالا احتمال اینکه هر دو قبول بشن، هر دو قبول شن، یعنی آ رخ دهد علی قبول شود و بی هم رخ دهد. بچه هر دو قبول شن یعنی اشتراک. الان آ اشتراک بی خب شده 1/6. اینا رو داده به ما. بچه ها بیایید با هم اینا رو حساب کنیم. احتمال اینکه حداقل یکی قبول شود، اون خواهد زندون بپرسم حداقل یکی قبول شه، حداقل یکی قبول شه به زبان فارسیه، حداقل یکی قبول شود، حداقل یکی رخ دهد به زبان ریاضی چی میشه؟ سریع بنویس زود، جواب نده، جواب نده، بگو حداقل یکی قبول شه یعنی چی به زبان ریاضی؟ آها آفرین، یعنی آ اجتماع بی، حداقل یکی قبول شه یعنی یا علی یا ناهید یا هر دو، یا آ رخ بده یا بی رخ بده یا هر دو، میشه آ اجتماع بی. بچه ها اجتماع میخواییم الان اینجا، اینجا میشه پی آ اجتماعش با بی. بچه ها فرمولش چی بود؟ پی آ 1/2 به اضافه پی بی 1/3 منهای پی اشتراک 1/6. بچه اون اولی 3/6 و بعدی 2/6 میشه 5/5 نشون میشه 4/6 جوابش، یا همون 2/3 خودمون. بچه ها آماده باشین، آماده باشین. ب احتمال اینکه هیچ کدام قبول نشوند، بنویس احتمال. امیر رضا میگه آ اشتراک ب پریم، آ اشتراک ب پریم. آقا یه لحظه نه، آ اجتماع ب پریم. خیلی خوب بذار من توضیح بدم. درسته امیر رضا یه اشتباهی تو کردی، گوش کن بچه. احتمالی که هیچ کدوم قبول نشن یعنی این فضا، نگاه کنی ببینید، آ قبولی ناهید علی بود، بی قبولی ناهید، اشتراکشون هم که اینجا. آقا من میخوام هیچ کدوم قبول نشن، یعنی من اینجا رو الان میخوام. بچه ببین، نمیخوام علی قبول شه، اجازه بدین شو میاد الان بگم تو هنگ یه لحظه بزنیم. نه استی استی سیو هم نکرد، آه اومد استی. حله هلچه عبول آجان، حله بچه ها صدامو دارین؟ صدامو دارین؟ اگه صدامو داره بزنه. بله خب ادامه میدم. آقا هیچ کدوم قبول نشن بچه ها یعنی این فضا، یعنی این فضا بچه ها. ببینید این یعنی هیچ کدوم قبول نشن که میشه آ اجتماع به پریم، P
تی آ اجتماع ب کلن پریم. حالا چجوری میتونم بدون اون نمودار ون اینو بفهم؟ اینجا نمودار ون خیلی راحته که هیچ کدوم قبول نشن کجا میشه؟ بچه هیچ کدوم قبول نشن یعنی علی قبول نشه و ناهید هم قبول نشه، میدونی؟ یعنی آ پریم اشتراکش با ب پریم، این قبول نشه و اونم قبول نشه، که خب این همون میدونید آ اجتماع ب پریم هم هست. خیلی خوب آقا، میشه یک منهای پی آ اجتماع بی، یعنی یک منهای دو سوم. بچه یک منهای دو سوم چی میشه؟ میشه یک سوم. خیلی خوب، بریم سوال بعدی. بچه احتمال اینکه فقط یکی قبول شه، احتمال اینکه فقط یکی قبول شه، یعنی اینجا بچه خوب نگاه کنی، فقط یکی قبول شه، یعنی اینجا و اینجا. ببینید اینجا علی قبول میشه، این آه، این بی، اینجا فقط ناهید قبول میشه. بچه که جواب این چی میشه؟ میشه پی آ منهای پی اشتراک که این قسمت رو به ما میده، یه بار هم میشه به اضافه پی بی منهای پی اشتراک که اینو گفتیم. بچه این که یک دوم بود منهای یک شیشم به اضافه دوباره یک سوم منهای یک شیشم. خب یه دوم و یه سوم با هم پنج شیشم میشن بچه، این جوابش میشه سه شیشم یا همون یه دوم. آقا قسمت بعدی ببینیم چی میگه. میگه احتمال اینکه علی قبول نشود یا علی قبول نشود، یعنی آ پریم، چون من قبول شدن علی رو گرفتم آ، یا ناهید قبول نشود، یعنی چی؟ ب پریم. آقا الان اینو از ما میخواد، آ پریم اجتماعش با ب پریم. بچه آ پریم اجتماعش با ب پریم میشه آ اشتراک ب پریم، یعنی از ما الان اینو میخواد که جوابش میشه یک منهای پی آ اشتراک. آقا میشه یک منهای یک شیشم، جواب پنج شیشم. خیلی خوب، آقا اگه متوجه شدین بزنین باری کلا. علی دلتا ناهید خوب اومدی، باریک باریک کلا، همه بزنن باریک کلا. بریم سراغ مطلب بعدی. خیلی خوب آقا، شما اگه تونستین کاهش وزن منو تخمین بزنین اینجا بنویسین، اصلا متوجه میشین که من چقدر لاغرتر شدم؟ آخه الان شما شاید متوجه نشین چون از اینجا به بالای منو میبینید، من اصلا شکم اینا الان شما نمیبینید. آقا 10 کیلو 15 کیلو من میخواستم بگم خودش 5 کیلو، خب دیگه چی؟ حدس بقیه چیه؟ خیلی استاد 17 کیلو. آقا من از وقتی که کرونا شروع شد، حالا یه ذره قبلترش، بایپس چیه بابا؟ من فقط رژیم ورزش. آریان فرح 18 کیلو. آقا دقیقا آریان درست میگه، من دقیقا از تاریخ 2 اسفند که همین تعطیل شد ورزش و رژیم جدی رو شروع کردم، من نه تو باشگاه، تو همون خونه، فوقشم شبا مثلا ساعت 11 میرفتم یه دویدن سریع انجام میدادم برمیگشتم خونه. دقیقا آریان درست میگه، از 107 اومدم رو 89 الان، یعنی 18 کیلو. مرسی آریان که دقیقا عدد کاهش وزن من رو درست گفتی.
بریم سراغ ادامه داستان. میگه حاصل یک منهای پی بی منهای آ منهای پی آ کدام است؟ آقا ببین میخوام یه روش حرفه‌ای یادت بدم. خب اینو بچه ها نباید بیاین با قوانین مجموعه ها باش بازی کنید، نباید بیاین با اون بازی کنید، به خاطر اینکه بچه ها این خیلی قوانین مجموعه ها شما رو درگیر میکنه. بیایم چیکار میکنیم؟ از نمودار ون استفاده میکنیم. آقا یه نمودار ون میکشیم، خوب گوش کن، یک اجزایی که خیلی قشنگ میتونم بهت آموزش بدم این سواله که با بقیه فرق کنه. آقا یک یعنی کل پدیده. چه احتمالی کل پدیده از احتمال قطعی یعنی کل این فضا. ببینید بچه ها این الان احتمالش یک، کل این مجموعه. حالا من میخوام از تو این کل یه چیزایی رو که منها شده بردارم. یکی این منها شده بچه ها از کل بی منهای آ کم شده. آقا این بی منهای آ از این کم شده. خب حالا ببینید من الان بهتون میگم من خب اینو وردارم از توش. بذارید پس یه زبدر بزنم که بعدا راحت بتونم پاک کنم. آقا اینو میخوام از توش بردارم، میخوام اینو بردارم، پی آرم میخوام کلن بردارم، پی آ یعنی اینجا رو. آقا شما من بگو کجا میمونه اینا رو بردارم؟ خدایش اینجا نمیمونه؟ اگه اینا رو بردارم از اون کل اینجا نمیمونه؟ خب پس من اینجایی که هاشور سب زدم رو میخوام اینجا رو پس پاک میکنم. بچه این چی میشه؟ احتمال چیه این؟ این الان پیه چیه؟ این الان پیه آ اجتماع به پریمه که طبق دمورگان میشه گفت پی آ اجتماع به پریمه که طبق دمورگان میشه گفت آ پریم اشتراک به پریم. یه لحظه بایست این دوباره لوچه. خب آقا میشد نوشته منم کلا پاک شده نامرد. این میشه پی آ اجتماع به پریم که بعد طبق قانون دمورگان میشه پی آ پریم اشتراک به پریم. بچه ها گزینه 4 جواب مسئله است. بچه ها فهمیدین؟ اگه فهمیدین بنویسید تشکر. اگه فهمیدین بنویسید تشکر. خیلی خوب، عالی عالی عالی. بریم آقا سوال بعدی. یه تعداد مسافرین در یک هتل 72 نفرن که 23 نفر آنها تاجر و 12 نفر برای اولین بار سفر کرده اند. خب بچه نگاه کنی، اینو بگیریم تاجر، اینو بگیریم سفر اولی. تاجر و سفر اولی کلن 72 تان بچه، یعنی NS تون الان 72ه. کل فضای تاجرها و سفر اولی ها و نمیدونم بیرون اینا میگه 12 تا بچه، میگه 23 تا تاجر داریم و 12 نفر برای اولین بار سفر کردن.
میگه 8 نفر از این تاجرین برای اولین بار سفر. بچه‌ها این اشتراکشونه، یعنی بچه‌ها فضای اینجا خب یه فضای 8 نفر است. بعد 23 تا تاجر بودن. پس من متوجه میشم چون کل تاجرین 23 تا بودن بچه‌ها، 8 تاشون هم که اینجا ان الان دیگه. خب پس فضایی که فقط واسه تاجرا میمونه، اینو که فقط تاجر بودن، 15 تا میشه. و کلا 12 تا سفر اولی داشتیم، 8 تاش که تو این اشتراک است، 4 تاش میمونه اینجا. این سواله کتاب دهمه دیگه اگه یادتون باشه. حالا اگر فردی به تصادف انتخاب شود، با کدام احتمال این فرد نه تاجره و نه برای اولین بار سفر کرده؟ آقا ببین، با توجه به مفهوم سوال، نه تاجره و نه برای اولین سفر کرده، این چی؟ یعنی نه باید تو این فضا باشه، نه تو این فضا، نه تو اشتراکشون. بچه اینجا رو از ما میخواد. یعنی اگه بخوایم فرمولی سوال رو حل کنیم، این از ما اجتماع بپریم رو میخواد. ولی من که اصلا فرمول کاری ندارم. آقا تو این فضای قرمز من چند تا آدم دارم الان؟ یه 15 تا دارم که فقط تاجرن، یه 8 تا تو اشتراک دارم، یه 4 تا هم دارم که بچه اینا با هم میشه چند؟ 27 نفر. خب حالا من فضای بیرون اینو میخوام. فضای بیرون این میشه 72 منهای 27. بچه 72 منهای 27 میشه چند؟ 52. بعد 7 هم کم بشه، 52 منهای 7 45. آقا من دقیقا احتمال چیزی که میخوایم میشه 45 به روی 72. میتونم به 9 سادش کنم که میشه 5/8، یعنی گزینه 3. خیلی خوب، میدونم متوجه شدینا، ولی یه بار دیگه میپرسم چون عادت کردم. آقا اگه متوجه شدی بزن دانکه، سریع بزن دانکه. دانکه 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 تنکیو میشه، به یه زبون دیگه است، فکر کنم نمیدونم کجاییه. دانکه دانکه دی ای ان کی ای، ایتالیاییه شاید. همون که علی نوروز فر میگه، آفرین دانکه، همون، مرسی، ساغل، باریکلا، ساغل هم خوبه، ساغل هم میریم دفعه بعدی. خیلی خوب، میگه که یه کلاس داریم 80 تا دانش آموز داره، ادبیات، عربی. کلن NS 80. میگه که 33 نفر ادبیاتن، یعنی ادبیاتیا 33، 45 نفر عربیان، 14 نفر تو اشتراک. خب آقا اشتراکشون رو داده 14 نفر، یعنی این فضای اشتراک چهارده نفر. کلن 33 تا ادبیاتی داشتیم که 14 تاش رفت تو اشتراکشون. پس برای خود ادبیات خالی، فقط ادبیات، 19 نفر میمونه. ولی در کل بچه میدین که الان ادبیات میشه مجموعه 19 و 14 که تو دایره ادبیات. عربی هم 45 نفر بود که 14 تاش تو اشتراکه، پس 31 نفرش میمونه فقط واسه درس عربی، یعنی اونایی که فقط تو عربیان، چون اینا که تو این نهایه 14 تایی هم تو عربیان هم تو ادبیات.
خب میگه یه دانش آموز انتخاب میکنیم به چه احتمالی فقط در یکی از دو کلاس ثبت نام کرده. آقا فقط در یکی از دو کلاس یعنی اونایی که یا فقط ادبیاتن یا فقط عربی، یعنی اون اشتراک رو نمیخواد. یه 31 فقط عربی داریم، یه 80 تا مخرج داریم، یه دونه 19 تا فقط ادبیات داریم. آقا 19 و 31 جواب میشه چند؟ میشه 50/80 یا همون 5/80. بریم بر سوال بعدی. اگر A و B زیر مجموعه از U باشند و داشته باشیم N A اشتراک B پریم 11. خب بچه بذارید من اینو براتون خیلی خوشگل حل کنم ببینید داستان از چه قراره. این A این B آ اشتراک ب پریم شده 11. بچه‌ها بذارید من یه فضا سازی برات اینجا بکنم. آقا من اینایی که فقط تو آن و اسمشو بذارم ایکس، اینایی که تو اشتراکشونن رو بذارم وای، اینایی که فقط تو بین رو بذارم زد، اسمشونو اسم گذاریه دیگه. اونایی که بیرون این فضان یعنی نه تو آن نه تو بیو بذارم تی. تی بچه ها این فضاییه که بیرون اجتماع بیه. خیلی خوب ببین چی از ما خواسته. گفته N اجتماع B پریم. بچه ها میخواد اون سوال بپرسم ها، حواستون باشه. N A اجتماع B پریم. آقا من بگید ببینم A اشتراک B پریم میشه، بگید N A اشتراک B پریم با توجه به اینایی که من نوشتم این X Y Z T چی میشه؟ A اشتراک B پریم. آفرین. X به اضافه Y به اضافه X به اضافه Z به اضافه T. باریکلا. خب N A پریم چی میشه؟ فقط N A پریم. بچه N A پریم اگه دقت کنید یعنی بیرون آ. خب میشه یه بیرون آ ما یه زد داریم و یه تی. بعد N B پریم چی؟ B پریم بچه ها بیرون B میشه یه ایکس و یه تی. خب عزیزان اینو داده بود 11، اینو داده 13. خب بچه ما یه دونه x به اضافه یه z به اضافه t که 11 رو اینجا من دقیقا دارمش، میذارم 11. تیه شد 2. خب ببین سوال از ما چی میخواد. A اجتماع B یعنی A اجتماع B که کل این فضاست پریم. آقا این دقیقا ببخش من اینجا اشتباه هم کردم بچه، اینو درست کن اینجا ما دو جزوه. این 11 که نیست که، این علامت سواله کدام هسته. اینو میخواد آقا، این الان همون تیه دقیقا. آقا 2 شد دیگه تمام. آقا اگه اینو متوجه شدی بنویس دمت گرم. اگه این سوالو متوجه شدی بنویس دمت گرم، چون واقعا سعی کردم زیبا حل کنم براتون بدونه. بچه ها میدونید که اینا رو واقعا کتابا خب نمیان اینجوری حل کنن، اکثرا
میان وارد فضای مجموعه ها میشن و فضای مجموعه ها مخصوصا واسه تجربی ها که زیاد کار نکردن یه ذره سخته. خیلی خوب، بریم سراغ سوال بعدی. برای دو مجموعه A و B میدانیم. شروع کنیم آقا، شروع کنیم ببینیم چیا رو ما داده. آقا یعنی چی؟ این یعنی ب رخ دهد و آ رخ ندهد. بچه ها ب رخ دهد و آ رخ ندهد یعنی همون بی منای آ. آقا این سیه، نگاه کنین الان این فضا رو که با قرمز مشخص میکنم فقط داده سی. بریم سراغ ادامه داستان. آ پریم منای ب. بچه ها میشه آ پریم منها رو میکنم اشتراک، دومی رو متمم میکنم. اینو داده ده. خب بچه ها میدین که طبق دمورگان آ پریم اشتراک ب پریم هم میشه چی؟ میشه همون آ اجتماع ب کلن پریم شده ده. بچه ها پس دهه میشه این فضا. خوب نگاه کنی. اینی که فضایی که سبز میکنم بیرون آ اجتماع ب میشه ده. عرضم خدمتتون اینم یعنی چی؟ این بچه منها رو میکنم اشتراک، دومی رو متمم میکنم. بچه دومی رو متمم کنم میشه چی؟ میشه ب. آقا اینو داده 35. آ اشتراک ب خودمونه این آقا 35. این 35 این فضا. خب بچه ان یو هم که کل ایناست خب داده 100. الان بیاییم با من اینو حساب کنین آقا که این چنده. پس کل اینم 100ه، یه 10 تاش این بیرون میپره میمونه 90 تا، 30 تاش این تو میپره میشه 60 تا، 60 تا 35 تاش هم این تو میپره میشه 60 منای 35. بچه میرونم 25 تا این فضا کلش رو در آوردم. حالا می سوال از ما چی میخواسته؟ گفته N A اشتراک به پریم. بچه این دقیقا یعنی A رخ دهد و B رخ ندهد، یعنی همون دقیقا بچه این همون A منهای B هستش. یعنی خواسته مسئله دقیقا همون فضا آبیه بود. اوکی؟ اینا از سوال های بچه فصل مجموعه هاست تو دهم که من همیشه دیگه تو جزوه که دیده باشه من اینو درس ندادم تو فصل مجموعه الگو و دنباله و اینا. اینا رو من همیشه تو احتمال درس میدم براتون. اگه متوجه شدین بنویسین که تک رقمی ها، شما تک رقمی ها بنویسید، تک رقمی ها سری باش. دم شما گم. صد رقمی علی نوروزفری ها، همیشه داری چرت و پرت دیگه میگی، هر چی من گفتم یه چیز دیگه گفتی. اگه کلاس حضوری بود میومدم برات. خیلی خوب ادامه بدیم بچه ها. پیشامدهای مستقل. بچه ها پیشامدهای مستقل
ربطی به پیشامدهای ببخشید 12:20 بچه ها، اگه اجازه بدین من واقعا کف پاشنه پام خیلی درد گرفت، 2 دقیقه 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه بشینم. شما همینجا باشید، این سفر رو مطالعه کنید، 2 دقیقه 3 دقیقه بشینم زانوم استراحت بدم، دوباره اومدم همینجا کنار شما میشینم.